من به نظرم در زمان غیبت امام زمان آزمون ما امتحان ما خود حضرت نیست چون در غیبت هستن درسته اصل آزمون با ایشون با خود حضرت مهدی ولی بزرگترین آزمون در زمان غیبت جانشین حضرت نایب حضرت نایب امام زمان این سخت‌ترین امتحان مهمترین امتحان اهل کوفه در یک زمانی نامها نوشتن برای امام حسین ولی وقت حضرت امام حسین مسلم بن عقیل فرستاد برای اهل کوفه به عنوان جانشین و فرمود در نامه اخی برادر من سقی من معتمد من وقتی مسلم بن عقیل وارد کوفه شد اهل کوفه نتونستن با مسلم بن عقیل تبعیت کنن رها کردن کسی نمونده تنها موند مسلم یک نفر تو کل کوفه فقط یک خانومی به نام حضرت طوعه طوعه معروف در تاریخ منزل خودش باز کرد برای حضرت مسلم و روز بعد شهید شد و همون نتیجه اهل کوفه چون نتونستن با مسلم بن عقیل جانشین امام حسین تبعیت کنن نتیجه اونها خارج شدن و رفتن به سمت کربلا و زمین کربلا و همون حادثه کربلا اتفاق افتاد زمان ما زمان غیبته بعضی ها بعضی از ما ادعا میکنیم مثلا دعا مثلا اللهم کل ولیک اونها خیلی خوبه دعای ندبه خیلی خوبه عاطفه با امام زمان خیلی خوبه ولی حضرت موسی وقتی برگشت از غیبت فرمود بئس ما خلفتمونی من بعدی بدترین کار شما همون رفتار شما با حضرت هارون جانشین من به نظرم یکی از مهمترین مقدمات ظهور اطاعت از ولایت ولایت فقیه مسئله سیاسی نیست متاسفانه تو ادبیات و فرهنگ حتی حزب اللهی ها به عنوان یک مسئله سیاسی گاهی مطرح میشه درسته مسئله سیاسی است ولی اصل ولایت اصل حرکت علما و نیابت فقها در زمان غیبت کبرا جانشینی امام زمان امتحان ما امتحان ولایت ظهور امام زمان مقدمه ظهور امام زمان میدان انتظار شیعیان امام زمان همون خط امام ولایت فقیه الان امام زمان پیش ما نیست این حقیقت درست عاطفه حضور قلبی گریه عشق معنویت ولی بیشتر نیست ارتباط وجود نداره ارتباط ما با امام همون ولایته و زیاد از شیعیان ما در من بنده در عراق هستم در جبهه مقاومت در وسط ایران داریم میبینیم بعضی ها خجالت میکشن الان مثلا من صریح و شفاف صحبت میکنم الان من به عنوان یک فرد یک سرباز کوچیک ولایت تو این دریای بزرگ ولایت در خارج از ایران اجازه بدید من عرض میکنم من تعجب میکنم گاهی از بعضی علما از بعضی بزرگان در داخل ایران تو این تحریم تو این جنگ نرم شدید بر علیه ولایت در کل جهان بزرگترین جنگ نرم امریکا و اسرائیل و آل سعود و این رسانه بزرگ دنیا من شاهد هستم هدف دشمن سر ولی فقیه هدف دشمن خود ولی فقیه خود نظام جمهوری اسلامی بعد ما میبینیم تعجب میکنیم مثلا بعضی علما بعضی آقایون البته بعضی خیلی هم کم هستن انشاءالله تو برنامه های تلویزیونی حالا از دورگاهی مثلا برنامه های ایرانی نگاه میکنم مثلا بعضی برنامه های شاید 30 شب در ماه رمضان شاید 60 مثلا روز در محرم و صفر روزهای مثلا در طول سال برنامه های زنده میلیون ها بیننده بعد یا آقایی یه عده از آقایون انگار نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد در جهان